ویدیو چهار مرحله بسیار مهم رو با هم بررسی میکنیم که به کمک این چهار مرحله میتونی انگلیسی خوندن رو استارت بزنی و ادامه بدی تا جزی از روتینت باشه در انتهای ویدیو هم مهمترین حروف اضافه انگلیسی رو با یه روش ساده بهت درس میدم که به راحتی بتونی تشخیص بدی کدومشون درسته in the school at the school یا on the school کدوم یکی اما بریم سراغ مرحله اول برای شروع زبان خوندن. Set yourself a goal. هدف تو مشخص کن. بچه اولین سوالی که من به عنوان معلم از کسی که قصد داره توی کلاس های من شرکت بکنه میپرسم دقیقا این سواله. What's your goal of learning English؟ یعنی هدفت از یادگیری زبان انگلیسی چیه؟ چرا میخوای این زبان یاد بگیری؟ جوابی که به این سوال میدید مسیر یادگیری زبان رو کاملا تون شفاف میکنه. یه سری کامان answers ها یا جواب های رایج وجود داره. یه نفر این پاسخ میده. I need to migrate. یعنی قصد مهاجرت دارم. خب 80 90 درصد احتیاج دارن که آزمون آیلس بدن. بنابراین باید در مسیری حرکت بکنید که شما رو به آزمون آیلس برسونه. پاسخ یه نفر دیگه ممکنه این باشه. I am a traveler. یعنی من سفرهای خارج از کشور زیاد میرم. پس این شخص لازمه که روی تاپیک های مکالمه سفر یا English for a passenger متمرکز بشه و انگلیسی عمومیش رو هم تقویت بکنه. از طرفی ممکنه جواب این باشه. Business migration یعنی مهاجرت کاری. در این صورت علاوه بر گرفتن آیلز شاید لازم بشه که روی بیزنس کنورسیشن ها یا مکالمات تجاری هم بخواد تمرکز بکنه و اونها رو یاد بگیره و پاسخ آخر این هست توی یک کشوری زندگی می کنم که official language یا زبان رسمی اون کشور به زبان انگلیسی هست پس برای گذروندن روزمرم لازم هست که انگلیسی رو بلد باشم و بدونم خب شما هم حتما جز یکی از همین چهار گروه هستید So set yourself a goal پس هدف تو مشخص کن و بعد از یه دوستی که زبان خونده و سطحش بالاتر از شماست و یا بهتره که از یک معلم راهنمایی بگیری که برای رسیدن به اون هدفی که مشخص کردی در انگلیسی یاد گرفتن مسیر درست و کوتاهتر چطوره از چه مسیری برم که سریعتر به هدفم برسم پس این از مرحله اول اما قبل از اینکه بریم سراغ مرحله شماره دو لطفا برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و کانال رو هم حتما سابسکرایب کن خب هدفمون مشخص شد توی مرحله دوم باید بریم سراغ create a plan یعنی برنامه ریزی کردن بچه فرقی نداره کلاس میرید یا دارید به صورت خودخان توی خونه میخونید قطعا باید یه برنامه مشخص داشته باشید که به کمک این برنامه زبان بخونید و تمرین بکنید. خب حالا چطوری این کار رو انجام بدم؟ قبل از هر کاری باید میکین تایم داشته باشید. یعنی اون ساعتی از روز رو که میتونید زبان بخونید و مشخص کنید. مثلا صبح، عصر یا حتی شب. این ساعت میتونه تو روزهای مختلف تغییر بکنه. یعنی ضرورتی نداره که حتما هر روز بخواد یه ساعت مشخص باشه. من توی ویدیوهای قبلی کانال کاملا بهتون توضیح دادم چطوری زبان بخونید چطور تمرین بکنید و از چه منابعی استفاده بکنید حالا طبق منابع و روش هایی که توی اون ویدیوها بهتون توضیح دادم پلنینگ و یا برنامه ریزیتون میتونه به این شکل باشه مثلا Saturday یعنی روز شنبه Vocabulary and Grammar But Practical یعنی لغت و گرامر بخون اما به صورت کاربردی. On Sunday یعنی روز یک شنبه حدود ده دقیقه اول رو ریویو داشته باش یعنی مطالبی که روز قبل خوندی رو مرور بکن و بعد برو سراغ listening to a podcast یعنی گوش دادن به یک پادکست البته پادکستی که مربوط باشه به همون لغت و گرامری که خوندی خب پادکست رو گوش کردی then start speaking بعد شروع کن به صحبت کردن حتی اگه شده با جملات کوتاه و خیلی ساده و ابتدایی پس and Sunday یعنی شنبه و یک شنبه برنامهش به این صورت هست. به همین صورت برای Monday and Tuesday یعنی دو شنبه و سه شنبه و باز Wednesday and Thursday یعنی چهار شنبه و پنج شنبه دوباره همین سیکل رو تکرار میکنی. و Friday یعنی روز جمعه هم Your Leisure Time هست یعنی تایم استراحتته. نکته ای که توی این مرحله یعنی تو مرحله دو حتما باید اجرا بشه این هست که لازم شما فیدبک بگیرید یعنی چی یعنی بعد از اینکه لغت گرامر این دوتا رو خوندی پادکست گوش کردی حالا میخوای شروع کنی به صحبت کردن یه نفر باید چک بکنه که آیا جملاتی که میگید درسته تلفظها درسته که میتونید باز هم از یه دوستی که سطحش از شما بالاتره بخواید که جملاتتون رو چک بکنه و یا مثلا دو هفته ای سه هفته ای یک بار با یه معلم هماهنگ بکنید یه جلسه یه دو سه ساعته اشکالتون رو بپرسید و فیدبک لازم رو ازشون بگیرید ولی حتما این کار رو انجام بده خب برنامه رو نوشتم حالا مرحله بعدی چی هست؟ Do it every day یعنی هر روز این برنامه رو انجام بده یه روش اشتباهی که بعضی از زبان آموزها انجام میدن اینه که مثلا یک روز در هفته سه یا چهار ساعت زبان میخونن و بعد تا چند روز کلن میذارن کنار بچه this is a totally wrong way. این روش یه روش کاملا اشتباهه. شما روزی نیم ساعت زبان بخونید اما هر روز بخونید. حتی روزایی که وقت ندارید توی مسیر رفتن به محل کارتون یا مثلا برگشتن. یه لیسنین تو ماشین گوش بده. و یا اگر کاری رو انجام میدی که نیاز به تمرکز بالایی نداره میتونی هنسفری بزنی و باز گوش بدی فقط گوش بدی حتی اگر نمیتونی صد درصد روی اون چیزی که میشنوی تمرکز بذاری فقط اجازه بده ناخداگاهت با یادگیری زبان هر روز انگیج یا درگیر باشه چون خیلی مهمه که هر روز این کار رو انجام بدیم اما شاید این سال بیاد تو ذهنت اگر بخوام زبان خوندن رو به یه دیلی هابیت یا یک عادت روزانه تبدیل بکنم چطوری این کار رو انجام بدم؟ به کمک مرحله چهار یه قانونی داریم به نام 5 second rule یعنی قانون پنج ثانیه همه ما ممکنه دو قدم اول و خیلی راحت و سریع انجام بدیم هدف مشخص بشه پلنینگ انجام بدیم و تصمیم میگیریم هر روز این برنامه رو اجرا بکنیم اما ممکنه سه یا چهار روز این برنامه عملی بشه و بعدا به هر دلیلی دیگه انجام ندیم و باز هم خوندن زبان انگلیسیمون به تعویق بیافته. حالا برای اینکه به برنامهمون کمیتد باشیم یعنی متحد باشیم میتونیم از قانونی به نام قانون پنج ثانیه از مل رابینز کمک بگیریم. خب این قانون چیه؟ بچه بر اساس این قانون وقتی قراره یه کار جدید تو زندگیمون انجام بدیم یا یه حرکت جدید بزنیم مثل انگلیسی خوندن ما تو مرحله برنامیزی ممکنه پیش بریم اما زمانی که میخوایم شروع بکنیم به عملی کردن اون برنامه مدام میگیم خب باشه از فردا فردا دیگه حتما شروع میکنم به خوندن این پوستپون کردن یا اصطلاحا به تعویق انداختن یک ساینتفیک ریزن داره یعنی یک دلیل کاملا علمی داره و اون دلیل این هست ببینید مغز ما طوری طراحی شده که از ما محافظت بکنه و در جهت بقای ما حرکت بکنه و از اونجایی که انجام یک کار جدید یعنی فاصله گرفتن از اون کامفورت زون یعنی اون منطقه راحت و امنی که تو زندگیمون بهش عادت داریم حالا مغز برای بقای شما مدام این پیام ارسال میکنه که بی خیال انجام این کار اذیتت میکنه حالا امروز نه بزا واسه فردا و این کار یعنی منصرف کردن شما رو دقیقا توی پنج ثانیه انجام میده پس وقتی میخوای انگلیسی خوندن رو شروع بکنی برای اینکه تو تله مغزت نیفتی از پنج تا یک رو به صورت معکوس بشمر 5 4 3 2 1 و بعد بدون فکر کردن به هیچی برو و اون کار یعنی انگلیسی خوندن رو شروع کن کتابتو باز کن و شروع کن بخوندن و به مغز فرصت نده که منصرفت کنه بهت قول میدم در پروسه یادگیری زبان این تکنیک این قانون معجزه میکنه به شرط اینکه واقعا انجامش بدی So promise me to set yourself a goal create a plan and then try to do it every day by taking the five second پس به من قول بده که این چهار مرحله رو حتما هر روز انجام بدی و از قانون پنج ثانیه هم قافل نشو که باز هم بهت میگم معجزه میکنه وسط. خب حالا فکر کن از این کتاب لغتی که قبلا هم بهت معرفی کردم چپتری که مربوط به places یا مکانهای مختلف هست رو شروع کردی لغاتش رو مثلا تو اون روز شنبه بخوندن. حالا میری سراغ گرامر. Grammar. میتونی گرامری بخونی که به اون در واقع لغاتی که خوندی مربوط هست. prepositions of places یعنی حروف اضافه مکان و prepositions of time یعنی حروف اضافه زمان که من مفصل همین الان میخوام این مطلب گرامری رو بهتون درس بدم که در انگلیسی صحبت کردنتون چطوری استفاده کنید که دیگه سردرگم نشید همینطور که اول درس این در واقع مطلب رو عنوان کردم زمانی که میخوایم انگلیسی صحبت بکنیم برای حروف اضافه نمیدونم کدوم یکی درسته آیا بگم این د اسکول بگم ات د اسکول یا آن د اسکول بین این ات و آن کدوم یکی درسته بریم و از این شروع بکنیم بچه ها, این یه معنای جنرال یا یه معنای کلی داره. Being inside of something. یعنی وقتی داخل یه چیزی باشه. مثلا دارید در مورد یک آیتمی صحبت میکنید که داخل یه جایی و یا داخل یه چیزی هست که ما میگیم تو داخل درون به عنوان مثال دور some milk in the fridge یعنی یه مقدار شیر تو یخچال وجود داره in the fridge یعنی داخل یخچال I've got the key in my pocket یعنی کلیدا تو جیبمه داخل جیبم این معنای کلی هست که از این انتظار داریم اما من یه لیستی رو تهیه کردم که به کمک این لیست دستبندی شده از این به بعد به راحتی میتونید این رو توی سپیکینگتون استفاده کنید وقتی دارید در مورد buildings یا rooms صحبت میکنید باز هم از حرف اضافه این استفاده میشه مثلا I left my bag in your office یعنی من کیفم رو توی دفتر تو جا گذاشتم in your office یعنی داخل دفتر تو خب آفیس یه بیلدینگ هست یه ساختمان هست که من اینو داخل اون جا گذاشتم پس از حرف اضافه این استفاده میکنم یا can i take a seat in the waiting room میتونم بشینم توی اتاق انتظار in the waiting room داخل اتاق انتظار و همچنین در مورد cities and countries باز هم از حرف اضافه این میتونیم استفاده بکنیم. My parents live in Paris. یعنی پدر مادر من پاریس زندگی میکنن. In Paris. قبل از کشور پس از حرف اضافه این استفاده کردم. یا این مثال. When I went to England, I stayed in Manchester. یعنی وقتی که رفتم انگلیس منچستر موندم. این منچستر یعنی در شهر منچستر در واقع اقامت کردم پس قبل از اون از حرف اضافه این استفاده می کنیم و اگر دقت بکنید در تمام این مثال ها این همچنان معنی درون داخل داره برای regions and یعنی برای مناطق و محله ها هم باید از حرف اضافه این استفاده بشه We're going for a drive in the country یعنی ما داریم میریم برای دور زدن in the country بیرون شهر یه ریجن هست یعنی یه بخش یه منطقه است بنابراین حرف اضافه ای این استفاده میشه My best friend living Gisha in Tehran یعنی بهترین دوست من در محله گیشا در تهران زندگی میکنه خب گیشا یک نیبرهود در تهران هست بنابراین حرف اضافه ای این قبلش استفاده شده و همینطور که دقت میکنید قبل تهران هم دوباره حرف اضافه ای این چون سیدی هست یه شهر هست استفاده میکنید اما مورد بعدی که حرف این در جمله به کار برده میشه زمانی هست که داریم در مورد books and newspapers یعنی کتاب، مجله و روزنامه جمله ای رو میگیم look this word up in a dictionary یعنی چی؟ یعنی دنبال این لغت تو دیکشنری بگرد ببینید دیکشنری هم همون حالت book و newspaper و حالت برگی و کتابی داره پس حرف اضافه این قبلش استفاده میشه یا این مثال I read the article in the Times. یعنی من این مقاله رو توی نیویورک تایمز خوندم. پس چون یک روزنامه است قبلش از حرف اضافه این استفاده کردیم. اما مورد بعدی زمانی که دارید در مورد تاکسی and کار یعنی حالت ماشین داره بچه ها ماشین های شخصی دقت بکنید برای تاکسی و کار شما میرید داخل این وسیله ها میشینید یعنی نمیتونید حالت ایستاده باشید تو دل این وسیله ها میشینید بنابراین برای تاکسی و کار باید از حرف اضافه این استفاده بشه I am in a taxi یعنی من تو تاکسی ام I was in my own car من تو ماشین خودم بودم بنابراین از حرف اضافه این در این دو مورد استفاده میشه و مورد آخر groups of people وقتی در مورد یه عده یا یه گروه از مردم داریم صحبت می کنیم باز هم باید حرف اضافه این استفاده بشه مثلا She works in a finance team ببینید تیم یعنی گروهی از مردم finance team یعنی تیم مالی پس she works in a finance team یعنی من قبل از اینها از حرف اضافه این استفاده کردم اون در یک گروه یا در یک تیم مالی کار میکنه و این مثال He's got selected to play in the national team. یعنی yani اون انتخاب شد که در تیم ملی بازی بکنه. پس national team دوباره یه گروهی از افراد، یه گروهی از مردم هست که باید قبلش از حرف اضافه این استفاده بشه. خب این از حرف اضافه این زمانی که داریم در مورد مکان صحبت میکنیم یعنی preposition of place. بریم سراغ حرف اضافه شماره دو یعنی on. وقتی داریم در مورد مکان صحبت می کنیم آن کجاها استفاده میشه؟ بچه ها جنرال مینینگ یا معنای کلی آن میشه روی یعنی روی یه سطح مثلا on a surface اوکی okay? به عنوان مثال my phone is on the table یعنی تلفن من روی میزه یا people are sitting on the grass مردم روی چمن نشستن پس on the grass یعنی روی چمن این معنای جنرال و کلیش بود اما زمانی که دارید در مورد streets و یا roads یعنی جاده و خیابون صحبت می کنید حرف اضافه جملتون باید آن باشه I am waiting you on Bahar street یعنی من تو خیابون بهار منتظرتم بچه توی خیابون یعنی این داخل دل خیابون که نمیریم روی سطحش ایستادیم بنابراین حرف اضافه آن استفاده میشه یا I had an accident on the king's road یعنی من تو جاده کینگ یه تصادف داشتم یا تصادف کردم Kings Road مجددا رود هست و قبل از اون حرف اضافه آن استفاده شده اما نکته مهم زمانی که دارید در مورد پابلیک ترانسپورتیشن یعنی وسایل حمل و نقل عمومی صحبت میکنید اینجا حرف اضافتون آن هست در مورد تاکسی و کار توضیح دادم چون میرید تو دل این وسیله ها میشینید حرف اضافه این استفاده میشه به معنی داخل ولی باس ترین و پلین یعنی اتوبوس قطار و هواپیما علاوه بر اینکه میتونید داخل این وسیله ها بشینید میتونید حالت ایستاده هم باشید بنابراین حرف اضافه آن برای اینها استفاده میشه اوکی یعنی on the bus, on the train, on the plane. When you called me, I was on the bus. وقتی که تو به هم زنگ زدی من تو اتوبوس بودم. On the bus. و یا این مثال. The boy was sitting on the train with his mother. یعنی پسر نشسته بود توی قطار با مادرش. On the train. یعنی توی قطار. پس حواسمون باشه در این سه مورد از حرف اضافه آن استفاده بشه. و مورد آخر، زمانی که دارید در مورد میدیا ان کامینیکیشن صحبت می کنید، یعنی در مورد رسانه و راه های ارتباطی صحبت می کنید، باز هم حرف اضافه آن هست. یعنی چی؟ مثلا، on the TV, آن the radio, آن the internet، یعنی توی تلویزیون، توی رادیو، توی اینترنت، ولی حرف اضافه آن هست. What's on the TV tonight? برنامه امشب تلویزیون چیه؟ I heard the news on the radio. خبر رو توی رادیو شنیدم. On the radio. و مثال Don't believe everything you see on the internet. هر چیزی رو که تو اینترنت میبینی و میخونی باور نکن. On the internet. پس تا اینجا دو تا از مهمترین حروف اضافه مکان یعنی این و آن رو بررسی کردیم. حالا بریم سراغ آخرین حرف اضافه مهم مکان یعنی ات. زمانی که دارید ادرسز یعنی آدرس ها رو میگید حرف اضافه که تو جمله استفاده میشه ات هستش. خب میدونید آدرس خیلی اسپسیفیک هست یعنی جزئی و خاص هست. مثلا They live at 14 Eagle Street. بنابراین آدرس هست و قبل از آدرس از حرف اضافه ای ات استفاده میشه. همچنین برای ایونتس یعنی برای جشن، مناسبت، همایش، کنفرانس اینها همشون میشن ایونتس. برای این موارد هم حرف اضافه ما در جمله ات خواهد بود. We met at a party. یعنی ما با هم توی پارتی آشنا شدیم یا همون ملاقات کردیم. At a party. He is speaking at the conference later this week. یعنی اون آخر این هفته در یک کنفرانس سخنرانی میکنه یا صحبت میکنه. At the conference. کنفرانس یه ایونته که قبلش از at استفاده میشه. پس اگر دقت کرده باشید تا اینجا at هم همون معنای این یعنی در میتونه این چنین معنی داشته باشه. اما مورد بعدی وقتی در مورد شاپس and restaurants صحبت میکنیم، باز هم حرف اضافهمون at هست at the bakery یعنی تو نونوایی at the butchers یعنی قصابی at the کافی shop تو کافی شاپ I'll meet you at red house restaurant یعنی من تو رو توی رستوران رد هاوس میبینم، ملاقات میکنم. چون رستوران قبلش حرف اضافه ات استفاده شده و همچنین وقتی در مورد هوم، work و یا places of study مکانهایی که مربوط میشه به مکانهای درس و مطالعه صحبت میکنیم باز هم حرف اضافه at استفاده میشه مثلا at school مدرسه at work محل کار at university دانشگاه at home یا at home یعنی خونه he is still at work هنوز سر کاره قبل از work از حرف اضافه at استفاده کردیم. اما یه تفاوت خیلی ریزی بین این و at وجود داره که با این دو مثال بهتون توضیح میدم. این دوتا رو ببینید. I am in the school. I am at the school. فکر کنید بهتون زنگ میزنن و مثلا دوستتون زنگ میزنه بهتون میگه که کجایی؟ و شما این پاسخو میدید I am in the school یعنی من داخل ساختمون مدرسم اگر واقعا داخل اون بیلدینگ ساختمون مدرسه باشید حرف اضافتون این هست اما ممکنه این جوابتون باشه I am at the school این رو زمانی استفاده می کنید که حوالی یا اطراف مدرسه اید مثلا سوپرمارکت روبروی مدرسه اما لزوما داخل خود مدرسه نیستید پس حواستون باشه حرف اضافه ات وقتی تقابل داره با این میتونه معنی اطراف داشته باشه نه حتما داخل اون مکانی که داریم اشاره میکنیم بنابراین این تا از حروف اضافه بسیار مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی که در مورد مکانها استفاده میشه بچه ها ات آن و این رو در مورد زمان هم میتونیم استفاده بکنیم حالا به چه صورتی؟ ببینید بیایید سه تا بازه زمانی برای راحتی کار در نظر بگیریم. بازه هایی که ساعت رو اعلام می کنند، بازه هایی که مربوط به یک روز کامل هستند و بازه هایی که بیشتر از یک روز کامل رو می بهش اشاره بکنند. حالا برای بازه هایی که میخوان ساعت رو اعلام بکنن باید از حرف اضافه ات استفاده بشه مثلا ات 10 a.m. ساعت ده صبح at three o'clock یعنی ساعت سه at lunch time وقت نهار مثل یه specific time میمونه یا یک زمان خیلی خاص و مشخص at sunset یعنی وقت غروب خورشید at sunrise وقت طلوع خورشید at the moment دقیقا همین لحظه پس اگر به ساعت یا یه تایم خیلی خاص دارید اشاره می کنید حرف اضافه ات استفاده میشه. مثلا What are you doing at 3 o'clock؟ ساعت سه چی ای؟ ساعت سه میخوای چیکار کار بکنی؟ و مورد بعدی اگر دارید در مورد holidays یعنی در مورد تعطیلات صحبت می کنید حرف اضافه ات استفاده میشه. مثلا at Christmas یعنی در کریسمس At Christmas, I like to spend time with my family. یعنی تو کریسمس من دوست دارم که با خانوادم وقت بگذرونم. یا at New Year. یعنی yani, در سال جدید. پس اینها holidays هستند و از حرف اضافه at استفاده میشه. و همچنین برای کلمه night به معنای شب همیشه حرف اضافه at استفاده میکنیم. میگیم at night. یعنی yani, در شب. خب این از دستبندی و گروه بندی حرف ات به عنوان preposition of time یا حرف اضافه زمان. حالا بریم برای بازه هایی که به یک روز کامل اشاره داره. بچه زمانی که به خود روز یعنی به صورت یک واحد کامل به کل روز میخواید اشاره بکنید حرف اضافه آن استفاده میشه. خب بریم گروه بندیشو با هم بررسی بکنیم. برای days of the week یعنی روزهای هفته باید حرف اضافه آن استفاده بشه on monday یعنی روز دوشنبه on sunday روز یکشنبه و همچنین زمانی که دارید از dates صحبت کنید، یعنی از تاریخ میگید باز هم اگر به روز کامل اشاره دارید باید حرف اضافه آن استفاده بشه On the 8th June I was born. یعنی روز هشتم از ماه جون. پس داریم به روز اشاره می کنیم. On the 8th June I was born. من روز هشتم جون به دنیا اومدم. On his birthday we went out for a meal. یعنی روز تولدش ما بیرون غذا خوردیم. On his birthday. دارید به کل اون روز تولد اشاره می کنید. پس حرف اضافه آن. On. توی قسمت قبل بهتون گفتم زمانی که داریم در مورد هالیدیز یا تعطیلات صحبت میکنیم حرف اضافه ات توی جمله به کار گرفته میشه اما اگر همون هالیدیز با کلمه دی همراه بشه در این صورت دیگه داریم به روز اشاره میکنیم و حرف اضافه شون میشه آن مثلا آن کریسمس دی یعنی روز کریسمس آن نیویورز دی یعنی روز سال نو اما بریم سراغ این برای این باید بازه های بیشتر از یک روز کامل رو در نظر بگیریم مثلا in the future در آینده in the past در گذشته in the present در زمان حال و اکنون تمام اینها خیلی جنرالند و دارن به بازه های زمانی بیشتر از یک روز اشاره میکنن وقتی شما میگید in the future یعنی تمام روزهایی که در آینده وجود داره پس بیشتر از یک روز کامل میشه بنابراین حرف اضافه این استفاده میکنیم Please be more careful in the future لطفا از این به بعد دقیق تر باش In the future هم میتونه معنی آینده داشته باشه و هم به معنای از این به بعد باشه In the past I studied hard at school یعنی من در گذشته ها خیلی خوب تو مدرسه درس میخوندم همچنین زمانی که دارید از years یعنی از سال میگید باز هم حرف اضافه این استفاده میشه خب سال بازه زمانیش بیشتر از یه روز کامله این 1991 در سال 1991 یا حتی وقتی دارید در مورد decades یعنی در مورد دهه صحبت میکنید این the 80s یعنی در دهه 80 و یا در مورد centuries قرن این هم باز حرف اضافهش این هست این 19th century یعنی در قرن 19 مثلا این 2000 I was born من سال 2000 به دنیا اومدم یا I was born in 80s من تو دهه 80 به دنیا اومدم بنابراین برای این عنوان ها از حرف اضافه این کمک می گیریم. و همچنین وقتی دارید در مورد سیزنز یعنی در مورد فصل فصل ها صحبت می کنید بازم حرف اضافه این تو جمله به کار گرفته میشه مثلا این وینتر در زمستان این سامر در تابستان این سپرینگ I feel really positive یعنی من در فصل بهار احساس خیلی خوبی دارم و همچنین برای مانث و ویکس باز هم بازه های بیشتر از یک روز کامل هستند. حرف اضافه این استفاده می کنیم. این جون، این in این in in few ویکس، یعنی در عرض چند هفته. این جون، I will be 27. یعنی در ماه جون من 27 ساله میشم شم. I will finish this project in a few weeks. یعنی من این پروژه رو طی چند هفته آینده تموم می کنم. و مورد آخر. General parts of the day. قسمت های مختلف یک روز. In the morning. In the afternoon. In the evening. پس ما در مورد morning, afternoon و evening از حرف اضافه این استفاده می کنیم. فقط اینجا یک دونه استثناء داریم. گفتیم برای night حرف اضافمون at هستش. At night. یعنی در شب. In the evening I like to relax and play board games. یعنی اصرها دوست دارم ریلکس بکنم و گیم بازی کنم. بنابراین این هم از حروف اضافه زمان. پس دو گروه رو بررسی کردیم حروف اضافه مکان و حروف اضافه زمان که ات، آن و این بین هر دو گروه مشترک بود. لطفاً از کتاب لغتی که قبلتر بهتون معرفی کردم قسمت پلیس ها رو بخونید به همراه این حروف اضافه و سعی کنید جمله های انگلیسی رو بسازید و شروع کنید به انگلیسی صحبت کردن. لایک like و سابسکرایب هم یادتون نره در قسمت کامنت ها هم حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو واسه هم بنویسید. و باز هم مثل همیشه مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.